محسن امینزاده معاون وزیر و مخارج دوران آقای خاتمی دوران اصلاحات یک مصاحبه ای دادن که سایت جماران و اینام نوشته بودن میخوام در موردش صحبت کنم با آقای محسن امینزاده که در اتاق یک زنده چیز بودن در بند 350 زندگی, زندگی که یعنی زندانیشون رو و حبسشون رو میکشیدن بنده نزدیک یک سال همبندی بودم و یک سال در زندان با ایشون بودم آدم آرومی بود اینا ولی خب جنت اسرا اصولا نگاه خائنانه ای به مسائل دارن در مورد مسئله ارتباط ایران با روسیه و چین واکنش هایی نشون داده و برای من جالب بود میتونم بهتون نشون بدم که چه چیزهایی گفته حالا تیترش اینه روسیه همسایه ایران است اما شریک اقتصادی خوبی نیست چینی ها هرگز به خاطر کشورشان یا به خاطر کشورمان مناسباتشان با هیچ کشوری را خدشدار نخواهند کرد من نمیدونم چرا این صحبت ها اینا در مورد اروپا و آمریکا و سر برجام و اینا این دلنگرانی ها رو نداشتن من بخش هایی از این صحبت های ایشون رو میخوام براتون بگم که برای من خیلی جالب بود و دوست داشتم صحبت کنم راجبش ایشون میگه که امروز قدرت اقتصادی بالاتر از قدرت نظامی حرف میگه امروز قدرت اقتصادی بالاتر از قدرت نظامی حرف اول را در جهان میزند جریان های تندرو در داخل کشور من نمیدونم هر کی منطقی صحبت میکنه واژه جریان تندرو داره منظورش همین بچه مذهبی های مثلا حامی ولایت آقای خامنه آره در مثلا آزادی مدنی بخششون هم تازه تون بودن همون هم دارن خیلی درست میشن یعنی شما امروز اونایی که خیلی توندن سر حجاب اجباری و سر آزادی های مدنی دارن کم هم میشن یعنی شما بخش قابل توجهی از این بچه مذهبی که ایشون بهشون میگه تند رو خیلی هم اتفاقا دارن به روز در میشن نسبت به جریانات مخالف خودشون خیلی دارن عاقل هم عمل میکنن میگه جریان های تند رو یعنی جریانات عاقلی که برگشتن گفتن آقا برجام نرید امضا کنید اینا در داخل کشور 15 سال است که اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی سوق داده و فرصت های فراوانی را از دست دادن کشور شما نه 15 سال 20 سال علاف و معطل قرارداد با غربیا کردید بر میگه که جنس تندرو مثلا دارن کشور را به سمت نابودی حالا اینا مهم نیست میگه نگاه به شرق ابزاری است که معنای توسعه روابط اقتصادی با چین را پررنگ میکند که به زم آنها می توانیم انرژی هسته هم داشته باشیم ما به نوعی متخصص نوعی تجارت سیاه ما, ما, به نوعی متخصص و نوعی تجارت سیاه شده ایم ما کالا را خیلی ارزان میفروشیم و خیلی و کالای دیگران را خیلی گرانتر می فروشیم و یک ما کالای ما کالا را خیلی ارزان میفروشیم و کالای دیگران را خیلی گرانتر می فروشیم و این را از مقتضیات مقاومت می دانیم. میگه چینیا هرگز به خاطر ایران مناسباتشان با هیچ کشوری را خدشه‌دار نخواهند کرد و گاهی ممکن است مناسباتشان با ایران را به دیگران بفروشند. خیلی جالبه. با همین نگاه عجیب و غریب در مورد چین بود که ما سالها به خاطر همین نگاه غلطی که آقای محسن امیزانه در بحث امور خارجه داشتن ما در چین کلا در پکن سفیر نداشتیم. فکر <تص> در چین ما سفیر نداشتیم سفیر نمیفرستادیم به چین به کدوم کجا به چینی که حرف اول اقتصاد تو دنیا رو میزنه هزارات سفیر نمیفرستادن خیانت رو داشته باشی همه تخمقاشون هم تو سبد آمریکا و اروپا گذاشته بودن تمام چیزایی هم که داره میگه برعکس جدا اروپا مثلا این همه هم مثلا سر برجام شرکتاشون اومد مثل مثلا در حقیقت شرکت های گسترده ای که از آمریکا چی... اروپا اومدن در ایران وقتی که آمریکا با دو تا تشر گفتش که ما برجام هنو از برجام تهران بیرون نیومده بود خیلی این شرکت ها عملا دیگه کار نمیکنن تو ایران اونجا آقای امینزاده ها نگران نبودن و شرکت توتال منظورم بود شرکت توتال فرانسه اومد و اینا اصلا نگران نبودن توتال فرانسه اومد و رفت و به از تعهداتش پایبند نبود و. ولی الان سر چین نگران شده بعد ادامه میده میگه روسیه هم شریک اقتصادی خوبی نیست و رقیب اقتصادی ایران در حوزه نفت و گاز است و هرگز اجازه نخواهد داد که ایران رقیبش در حوزه انرژی اروپا شود خب ببینید این صحبت هایی که اینها میکنن در حالی که الان در مورد چین که اینا سفری نفرستاده بودن آقا این شریک تجاری بحث چینه بابا این شریک تجاری 90 درصد کل دنیاست چین شریک تجاری 90 درصد دنیاست ببینید ما با قشر عجیبی یعنی این قشری که خودشون هم اصلاح طلب مینامن اینا به قایت وطن فروشی دارن میکنن به قایت میخوان جامعه ایران و اقتصاد ایران و گروه حالا مذاکره با غرب بزنن به دلایل متعدد فشارهای اقتصادی بعد میبینیم که آغازاده هاشون مثلا یه جایی بالاخره از همین تحریم اینا یه نون و نوایی رسیدن شما سر همین آقای حجاریان دیدی دی میگه آقا چرا گندم میخواید خودکفایی کنی هی گندم خودکفایی آقا های حجاریان تو چرا اینقدر مشکل داری مثلا ما خودکفایی گند گندم غذای اصلی ایرانی است چرا اینقدر مشکل داری ما داریم گندم خودکفایی میکنیم میکنی بعد کاشف عمل اومد پسرش مثلا یک بخشی از گندم مایحتاج ایرانو وارد میکنه به خاطر واردات گندم پسرش میگه آقا تولید گندم نکنید ما بقیه این اصلاح طلب این حتی کار دستگاه امنیتیه باید ببینید انگیزه اینا انگیزه این چهره ها چیست مثلا من الان آقای خاتمی اومدم اون اینستاگرامشون چیز رو گذاشتیم یه عکسی نقاشی از آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا و نه ساله از تهران گذاشته بودن که برنامه شما در اجرا کردیم و حالا احتمالا در یوتیوب منتشر شده و شما دی حالا اونایی که دارن الان تو یوتیوب میبینن حالا اگه در لحظه زنده دارید میبینید که هیچ منتشر نشده ولی گذاشتیم خب مثلا انگیزه ی آقای خاتمی چیه آقای خاتمی مثلا اون عکس آقای موسوی و خانم مثلا نقاشی خیلی کودکانه آقای موسوی و خانم رهنورده که دو تایی هم بعد زحمت میکشیدن روی این نقاشی چون انقدر که این نقاشی حرفه‌ایه و همینجوری هنر از سر تا پاش داره میریزه اینا که دو نفری باید به حال قلم به دست میگرفتن اینا که این نقاشی پر محتوا هم بکشن ها این چه این کارو میکنه ما میدونیم که آقا این نقاشی یا بحثش فروشه اینه که توی بازار تهران حراج بزنن و پولشویی کنن. یه نقاشی مثلا دوزاری و یه دفعه میدید چندین میلیارد تومن اینا میفروشن مثلا 15 میلیارد 16 میلیارد 4 میلیارد این بحث پولشویه حالا آقای امینزاده چرا داره میگه آقا چین مثلا نمیان مناسباتش رو با ما به خاطر ما مثلا با کشور دیگه آقا معلومه که نمیکنه چین هیچ کشوری نمیکنه همونطور که چین مناسبات خودش رو به خاطر ما با کشور دیگه نمیاد خراب کنه مناسباتش رو به خاطر خودش هم نمیاد به خاطر کشور دیگه با ما خراب کنه چین یک راهبرد داره سر بحث انرژی آقای امین زاده غور برم ما ده ها بار در مورد روسیه و چین گفتیم ولی دوباره تکرار میکنم روسیه میدونه هر سناریوی دیگه پس از جمهوری اسلامی یک سناریوی ضد روسیه هر چی میخواد باشه یعنی اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه هر اتفاقی که تو جغرافیای سیاسی ایران بخواد بیفته روسیه میدونه یک سناریو ضد روسیه ایران میخواد تجزیه بشه میخواد رضا شاه بیا چه میدونم میخواد خانم مریم رجبی بیاد هر کسی میخواد بیاد یک سناریو ضد روسی و سناریو 100 درصد سناریو ابری غربیه یعنی اسرائیل پشت اون سناریه و در رسش آمریکا آمریکا و اسرائیل پشت قضیه پس بنابراین روسیه میدونه که آقا شانسی بعد از جمهوری اسلامی نداره بنابراین شریک قابل اطمینانی امروز برای ما میشه به خاطر کی چی به خاطر ما نه به خاطر خودش چون بعد از جمهوری اسلامی میدونه سناریو سناریوی روسی نیست سناریوی ضد روسی است بنابراین مجبور حالا مطمئنا پوتین خیلی جاها از حکومت جمهوری اسلامی به دلایل خودش خوشش نمیاد به خاطر در سوریه جنگ سوریه ما چند بار گوش پوتین رو پیچوندیم همه میدونن دیگه این قضیه یه که تمام فرماندهان میدانی میدونن که قاسم سلیمانی چیکار کرد چندین بار گوش اینا رو پیچون جایی ما رفته بودن با ترکیه به توافق رسیده بودن ما یه انگشت وسطی بهشون نشون داده بودیم بنابراین خودم شاید باشه در خیلی جا آقای پوتین از ایران ولی به حال در مورد مسئله راهبردی میدونه که جمهوری اسلامی نباشد هر اتفاقی هر اتفاقی دیگری بیفته ضد روسی است بنابراین مجبور از ایران حمایت کنه بنابراین شریک قابل اطمینانی میشه در مورد چین هم همینه چین به ده ها دلیل مجبور با ایران همپیمان راهبردی باشه و نمیاد که ایران بذاره کنار و بخواد حالا به شما مناسباتش نه به خاطر خودش چین نیاز شدید به نفت خام داره دو کشور هستن که نفت خام دارن و در کلونی آمریکا نیستن بارها گفتیم ونزوئلا و ایران ونزوئلا دور ایران نزدیکه بنابراین چین یکی از دلایلی که باید با ایران بسیار راه بردی فکر کنه همینه یکی هم حالا بحث جادهایی که میخوام بکشن و جاده ابریشم و غیره و ایناست ولی سوال اساسی اینه شما چرا این حرفا رو دارید میزنید شمایی که اصرار میکردید برجام و آم... مثلا فرانسه و انگلیس و آلمان اینا از نظر راه بردی و غیره اینا شریک های قابل اطمینانی هم قرب شریک قابل آقا من یه سوال جدی دارم گور پدر چین و روسیه نگه باید طرفدار چین و روسیه این ولمون کن بحث منافع ملی ایرانه چین و روسیه بدن به قول تو آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان خوبن تا مغز و استخونه این جریانات اصلا طلب اینا قرب گدان وابستن اینها باید از مسائل سیاسی ایران کنار گذاشته باشن خوشبختانه کنار نظام اینا رو داره کنار میذاره ولی لازم بود عمق نگاه وطن فروشانه اینا این که امروز میگن آقا الان برای ما یاد گرفتن نقد کنن به چین و روسیه بله به اینکه قراردادهایی که با چین و روسیه داره امضا میشه و شده این قراردادها اونها اول میان تعهداتشون رو انجام میدن بعد ما تعهداتمون رو باید پیاده سازی کنیم شما که رفتین مملکت رو ببخشید در برجام همه چی رو نقد دادی تازه قول نسیه گرفتید دیگه ببندید دیگه بابا تو رو خدا ببندید <تصفح> 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 هی ازار نظر نکنید خود خفشید چند سال بذارید فراموشتون کنن ملت خیانتی که دولت های اصلاح طلب کردن با هوشمندی هم این خیانت رو کردن به خاطر حماقت بخشی از نیروهای مذهبی اومدن پشت یک سری از مطالبات به حق مردم در چارچوب آزادی های مدنی مثل موسیقی مثل مثلا بحث هجاب و اینا وایستادن برای اینکه کشور رو در بعد کلی تر تسلیم کنن به دنیای غرب و خیانت کلیشون ایجاد چیز کنن پی بگیرن در جریانت هامی حالا جنت مذهبین این اینا حماقت ها میکنن در مورد آزادی مدنی ولی در بعد کلی تر دارن دفاع میکنن از ایران خیلی بحث پیچیده ایه غلطه یه چیزی بگم در مورد در آزادی مدنی هم تخم ما در اون بعد بشکنه یادمون باشه موسیقی پاپ و این آقایین مذهبی خیلی هاشون موسیقی حرامی میدونستن سالگرد 44 ام جمهوری اسلامی دیگه الان بهمن 44 چهارم نظام جمهوری اسلامی هستیم سالگرد انقلاب دارن با همون موسیقی پاپ جشن میگیرن خب دنیا عوض میشه همین بچه مذهبیایی که الان امروز پای اینستاگرام و با نسل امروز و فلان و اینا روشکم 20 ساله دیگه که مثل اون سنتیاشون که فکر نمیکنن تو خب باید درون بشکنه 20 سال دیگه همین بچه حزب الله یا همونایی خواهم بود که توی حزب الله لبنان الان داره اتفاق میافته دختره با بیکینی و فلان و با شلوارک و چی میدونم لخت و فلان و با یه دونه کورست اینا میاد عکس حسن نصرالله رو میگیره لب دریا 20 سال دیگه این حزب الله یا همونا میشن گام به گام دیگه یه سری چیزا درون بشکنه ولی آقایین استاد طلب چون این تخم مرغه رو زودتر از بیرون بشکنن که آزادیه این مدنی رو داده بشه ملت رو احمق فرض کردن ملت رو فریب دادن و اینها یادتون باشه بین حماقت و خیانت حماقت و جنایت اصلحتر از خیانته تهش این آقایین معصبی یه دوره ای تو دهه 60 و غیره و همین الانش یه بخششون توندن سر هجاب و فلان و چرت و پرت میگن اشتباه میکنن خیانت نمیکنن ولی خیانت ولی افراد میان زهرا با اصل بهتون میدم میان میگه آقا مثلا دختر ما بعد دو چرخه سواری کنه میگه ای دمش گرم خاتمی آخونده میگه دختر بعد دو چرخه تو حرف منطقیه دیگه بریم پشت خاتمی داره میخواد به زهر بده یه حرف درست داره میزنه که در کلیت کشورت رو تا تسلیم کنه و خیانتی که اصلاح طلب و با خاتمی و این تیف دارن میکنن بی سابقه سر تاریخ اینا این سن از خیانت با به بدنه نظام نزدیک باشن و اینگونه به صورت تئوریزه شده کشور رو به سمت تسلیم میخوام ببرن واقعا عجیب و غریبه قربتون برم دمتون میگم که برنامه رو توجه کردید همتون به خدای بزرگ میسپارم پاینده ایران و بدرود.